خب سرکار خانم آذر شیوای عزیزم، این نازنین مهربان 82 ساله شد در این ماه جون و شاد باش بهش میگم. خانم آذر شیوا همیشه میگه ما فقط یه هنرمند داریم، یک حنجره طلایی داریم، دوم هم نداره و اونم استاد اکبر گلپایگانی است. میدونید که جشن تولد بانو آذر شیوا است نزدیک و رفتیم تهران در خونه استاد آواز ایران، مرد حنجره طلایی، نام‌آور موسیقی ایران در جهان رو زدیم بعد از اینکه ایشون واکسن کرونا رو زدن و چقدر خبر خورسند کننده بود برای همه جا پخش شد. حالا استاد گلپا در خدمتشون هستیم و ببینیم که در رابطه با خانم آذر شیوا چی میگن. استاد گلپایگانی درود بر شما، حالتون چطوره قربان؟ خیلی متشکرم و خیلی خوشحالم که باور کن 3 تلفن بیشتره. به به، خب قبلا هم تو تلفن میکردی نمیشده برای اینکه این گوشی گل خانم، موبایل گل خانم خراب شده. آها حالا درست شده. آها حالا دیگه درست شد. خب اینقدر خوشحال شدم خواهر عزیز به من تلفن کرد و گفت ما خواهیم سارا با یه نجاش تولد بگیم برای خانم آذر شیوا. چقدر خوشحال شدم، گفتم نگاه کن اینا همه دارن میدونن دنبال این که این ستاره ها رو حفظ کنن. اینا ببینید خانم آذر شیوا نباید باید این تنهایی، حالا باید همه دنبالش میگشتن. درود باشه، مثل پروانه به دورش میگشتن. درود باشه. ولی خب این دیگه روزگاره، این روزگاره. درود باشه. ما هم آرزوی صمیمیت بکنیم، خدا کنه که سالم باشه، این سلامت خیلی زیبا. درود باشه. سلامت زیبا باشه و خدا به شما عمر زیادی بده که بتونید زیر بغل اینا رو بگیرید. قربونتون برم. هم خوشحالم که واقعا این خانم شیوا خانم با شخصیتی بود که در کار سینمای ما بود و واقعا هنرمند بی‌نظیریه. حالا دیگه روزگار اینطوریه، این خانم تولدشونه. کاش من بودم و می اومدم و یه کادوی قشنگی براش میگرفتم که همیشه یادگار بمونه برای چون واقعا یه هنرمند با کلاسیه. ما باید اینا رو قدرشون رو بدونیم. هیچ وقت خودشون نفروخت و هیچ وقت هم فیلم بعد من ندارم بازی کنه. همه کارهایی که میکرد کارهایی بود که در سطح بالا بود. امیدوارم که سالم باشه، خوشحال باشه، مریض نباشه. این چیزاییست که ما میتونیم بکنیم، چون مردم هیچ وقت فراموش نمی کنن این هنرمنده رو که این حالا رفته یه مسافرتی هم رفته، یه اجبار بوده که نباشه. برای خیلی زن خوبیه و من خیلی دوستش دارم، خانم با کلاس، هنرمند خوب. انشالله که شما بتونین اونجا کمکش کنین، یادشو به گوش مردم برسونی که این هنرمندایی با شخصیت همه چیزشون رو گذاشتن واسه وطنشون، برای هنرشون. بله. و الان که یه ذره خب سن دیگه اینه، نمیشه جلوشی گرفت. سن یه خود اجازه نمیده که بتونن بیشتر با تماس داشته باشن. خب عده دیگه که جوانترن مثل شما کمک میکنن اینا رو به یاد مردم بندازن که بابا یه همچه هنرمندایی هم ما داشتن، یه همچه ورزشکارایی هم ما داشتیم، یه همچه نقاشای ما داشتیم، مجسمه ساز داشتیم. ایشالله من آرزوم اون چیزی که اینا دوست دارن بهش برسن در هر جا که هست. اون به نظر من هر کسی یه جور فکر میکنه، به نظر من سلامت هست.
عاشق‌ترین بودی برام گویم، حالا آخرینم بهر تو، رنج آفرینم بهر تو، کم خنده کن بر گریه هام گویم. اول که من راحت شدم، پابسته یه دامت شدم، عاشق‌ترین بودی برام گویم، حالا خرینم بر تو، رنجا فرینم بر تو، کم خنده کن بر گریه ها بایم. دیروز سوال سا بندر برم پویاند بر این دراهی، دیروز سوال سا بر ما نظر کن کارهیم زین گمراهی، یوسا و بسا دستم بگیر و رهایم کن براهی، یوسا و بسا یا لابه کن یا مدربه یا همراهی. تو که خرد برزمی و سرشت از آین مهری، چرا کم لطفی با خود کنی و با ما بیمهری؟ میگی منتصب به جد تو فرمان آزادی، میگم آزادگی را به کنجا تو مخجال سازی، اگه میخوای بل کنه و بره بالا هرچی که کاشتی، ببین حالا کجای راهی ولش کن هرچی کاشتی. و سوال استار تو همچه ما ره به دادار یک تایی، یا لا بگو برات بخونم دعایی، یوستا و بستا سرناهی یک تا پرستی پاکی. خواهرم سارا و برادرم آرش اینها دشت تولدی گرفتن. من میخوام اینجا از شهردار شهری که آذر در اونجا سپاسگزاری بکنم، بتونیم امروز میخوام اینو بگم، حالا نمیخواستم بگم ولی الان بهتون میگم، ایشون چندین سال بود که خیلی سخت زندگی میکرد، خونهش و امکاناتش خیلی سخت، و حتی یک مدتی هم ایشون پنهان شده بود که حتی منم نبینمش که نخوام بهش کمکی بکنم. اینو بهتون بگم، رویش اینقدر بزرگ، تا اینکه من پیداش کردم و اینا، بعد دیدم شرایطش خیلی دشواره، خیلی هم ناراحت شدم از این قضیه و سوء استفاده ازش میشد و اینها، و خیلی ناراحت شدم که آذر شیوا در چنین جایگاه و شرایطی زندگی داره میکنه. من با شهردار شهرش صحبت کردم و اول از همه معرفیش کردم که این آذر شیوا کیست و چیست و شخصیتیست و هرکی باشه الان یه فرانسویست و الان تو بهشت زندگی میکنه آذر شیوا. اینا یعنی آسایشگاه بسیار مرفه و تمیز و زیبایی که پزشک همیشه داره، پرستار داره و همه خیلی خوب ازش پرستاری میکنن، به ویژه این که یه دختر خانمی هست که اصلا پیش از اینکه ایشون به اونجا مراجعه بکنه پرستار ایشون بود به نام مونا. این دخترم خیلی فداکارانه، یعنی بدون چشم داشته مالی عاشق مراکشی هست ولی فرانسوی، آذر بود، هنوز بهش سر میزنه ولی در همون بهشتی که الان داره زندگی میکنه میبینید که روحیش نسبت به تصاویری که شما قبلا نشون دادم بهتون فرق کرده. تو این به ویژه دو سال اخیر، دو سه سال اخیر، و من میخوام اینجا از دوست نازنینم که شهردار شهریست که سرکار خانم آذر شیوا اونجا تشریف داشتن سپاسگزاری بگم که به درخواست من پاسخ داد. همون موقع وقتی من ازش خواستم برای من نامه‌ای نوشت و گفت از اینکه آذر رو به ما معرفی کردی ازت متشکرم، سپاسگزارم، و بعد کلیه تمام تیم که هست در هر شهرداری داره اینو که به افراد مسلم نیستن با من تماس گرفتن و تشکر، و خلاصه آذر الان داره در بهشت زندگی میکنه. توف بر این تاریخ و این زمانه که شخصیتی به این بزرگی، یعنی منم تو هیچی هم نمیپذیره وقتی من برایش با کادر چیزی میبریم اینا، یا میخوارم یا برادرم، اصلا هیچ کادر هم نمیپذیره، یعنی شخصیت بزرگ و والایی داره. ولی خب این حقش بود که آسوده باشه پس از این همه خستگی ها.
از زن صحبت کردیم، کسی که میتو بنیانگذارش همین آذر شیوا است. شما ببینید یک مرتیکه حرامزاده اومد وکیل مجلس اومد گفت این دختر اینجا ما زیاد داریم عرب وارد کنیم که اینا بیان دختر ما رو بگینا. ببینید مردم چجوری ترتیبش دادن، خودش و ماشینش فرار کرد، اینو خودش اومد ترتیبش میداد. جنگ آوران ما اونایی که